اوکی، سلام به همه دوستان عزیز، خوش اومدین به یه برنامه دیگه. گفتیم اسم برنامه باید پیدا کنیم. برنامه دیگه تورای شیرین و به امید خدا امروز صحبت عشق میکنیم. عشق، علاقه، دوستی، چجوری میشه این چیزها رو به وجود آورد، چی هست اصلا، و میریم توی بحر این موضوع ها به امید خدا. پس اول از همه میشه این کلاس رو هم توی گروه سکایپ دید، هم به اسم گروه سکایپ به اسم رابی ایتخاک، یا به عبری هراب ایتخاک پارتو، یا به فارسی خخم پارتو. و توی ایران سایت ایران 613.com، یا تو سایت درخت زندگی، یا تو اینستاگرام، یا تو یوتیوب یهودیان ایرانی، یا تو فیسبوک یهودیان ایرانی. به صورت هر جوری آدم بخواد، هر جوری بخواد و نخواد دیگه میشه پیدا کرد. پس با همون باشین، هر دوشنبه از 7 تا 8 با هاتون هستیم اینجا و برو که بریم. پس امروز گفتیم صحبت این موضوع میکنیم، صحبت عشق، علاقه، چجوری آدم اینا رو میتونه به وجود بیاره، باعث این چیزا چیه و همه این موضوع ها. پس بیاین شروع کنیم. اول از همه میبایستی بدونیم دوستی چی هست اصلا. دوستی چیه؟ آدم خیلی دفعه ها میگه من دوست دارم تو رو، من تو رو دوست دارم، من اینو دوست دارم، اونو آیا راستکی دوست داری اون چیزی رو، اون غذا رو، اون آدم رو، اون شخص رو دوست داری؟ بیا ببینیم، بیا ببینیم. یه راوی خیلی بزرگی بود به اسم رابی خاییم شمولویتس، زخر صدیق لیورخه. این راوی یه یشیوه خیلی شناخته توی یروشلایم به اسم یشیوه میر. این یشیوه میر یکی از یشیوه بزرگترینی که هست، اینقدر بزرگ، اینقدر شاگرد داره، یعنی که ساختمونه کافی جا نداره واسه همه شاگردا. بعضی شاگردا صبح میان و بعضی شاگردا زور میان، بقیه وقت باید جاهای مختلف، کنیساهای مختلف که هستن میشینن اونجا درس میخونن، نمیتونن توی خود ساختمونه یشیوا درس بخونن، جا نیست واسه همه. بروخ تعالی الهینو ملک العالم شهکل نهیا بدوار. پس این راوه، راوه یشیوه، رابی خاییم شمولویتس، گفت یه روز میره زور، میره توی اتاق غذای یشیوه و از شاگردا میپرسه چی دارین میخورین، چی امروز نهار چی هست. گفتن ماهی. گفته اوکی، ماهی دوست دارین؟ دوست دارین ماهی بخورین؟ بله خیلی دوست داریم ماهی، خیلی دوست داریم. گفت نه درست نیست، ماهی دوست ندارین، کسی که ماهی دوست داره نمیخورتش که. من تو رو دوست دارم پس میخورم. نه، کسی که ماهی دوست داره میذارتش توی آب، بهش غذا میده، نمیدونم برگ میذاره، گیاه میذاره واسش توی آب. کسی که دوست داره، دوستی چیه؟ که دنبال اون شخص باشی، اون چیز باشی، چی خوبه واسش. من تو رو دوست دارم یعنی من میخوام واسط کارایی بکنم که تو خوشت بیاد. این دوستی حقیقیه. یفه، شما ماهی ها رو دوست ندارین، شما خودتون رو دوست دارین، شکمتون رو دوست دارین. و چجوری این دوستی اول از همه؟ پس خیلی ها اشتباه میکنن بین دوستی و طمع. طمع یا خواستای مختلفی که دارن. چرا؟ از کجا میبینیم این موضوع؟ میبینیم که آدم مثلا به عنوان مثال بگیم یه زن خوشگل میبینه، میگه وای من عاشقش شدم، من دوستش دارم،
این زنه رو من میخوام، میخوام باهاش عروسی کنم. آیا این دوستیه یا فقط یا چیزای دیگه، به اسم نمیاریم چیه، ولی یا دوستی نیست، هوس کرده یا اسمای مختلف، ولی دوستی نیست. از کجا میشه دوستی؟ چجوری به وجود میان؟ از کجا آدم یک کسی رو دوست داره؟ خداوند میگه در تورا، مثل که میدونیم همه چیز ریشش از تورا شروع میشه، همه چیز، هر چیزی رو میخوای پیدا کنی ریشش رو تو تورا میشه پیدا کرد و از اونجا آدم میتونه یاد بگیره. پس تو تورا نوشته و احبت لرعاخا کموخا، خدا دستور میده دوست تو دوست داشته باش. و احبت ات اشم الوکخا، خدا دستور میده خدا رو دوست داشته باش، بخول لبابخا و خول نفشخا و خول مودخ. و احبتم ات اگر، خدا دستور میده کسی که از قوم دیگه است و میاد یهودی میشه دوستش داشته باشین. ها دوستش سه دفعه نوشته کسی که از قوم دیگه میاد یهودی بشه، سه دفعه خداوند دستور داده دوستش داشته باشیم. چون که قومش رو فل کرد، پدر مادرش رو فل کرد، اومد اضافه شد، اومد جمع شد با قوم اسرائیل، بیشتر از آدم یهودی میبایست دوستش داشته باشیم. واسه یهودی فقط یه دفعه نوشته و افتال را خکم و خم دوست تا دوست داشته باشیم، ولی کسی که غیر یهودی بود اومد یهودی شد، البته صورت مرحله هایی که میبایستی گذروند، مرحله هایی که به صورت ارتودکس، نه به صورت ریفرم، نه به صورت کنسرواتیو، اونا اصلا حساب نمیشن که این آدم یهودی حساب میشه، به هیچ وجه حساب نمیشه اصلا. فقط به صورت ارتودکس یهودی شد، سه دفعه خداوند دستور میده دوستش داشت. همه این جاها که نوشته دوست تو دوست داشته باش، خدا رو دوست داشته باش، کسی که غیر یهودی بود اومد یهودی شد دوست داشته باش، اینجا یه جای سوال خیلی بزرگی هست. چجوری خداوند میشه دستور بده آدمو دوست داشته باش؟ من بهت دارم دستور میدم این شخص رو دوست داشته باش، خدا رو دوست داشته باش، دوست تو دوست. یه وقتایی هست هممون میشناسیم که یه آدمی هست که دوست نه دوستش نداره، نمیدونم دماغش اونقدر خوشم نمیاد، گوشاشه یه خود تیزن، دوست ندارم گوشاشو، آدم خوشش نمیاد از هر کسی. و اینجا میبینیم خدا میاد به آدم میگه نه، دستورت دارم میدم، باید دوستش داشته باشیم. یکی از 248 تا فرمان های انجام دادن، مثل که میدونیم تو تورا 613 تا فرمان هست، 248 تاشون فرمان های انجام دادن، بکن این کارو، تفیلین ببند، برخا بگو، برکت آمازون بگو، احترام پدر مادرتو نگه دار، این شبت نگه دار، انجام دادن. و بقیهشون 365 تا فرمانایی که آدم مواظب باشه، مواظب باش این کار نکن، اون کار نکن، نمیدونم غذای غیر کاشر نخور، شبت رو مواظب باش آتیش روشن نکنی، کارهایی که اسوره نکنی توی شبت، این چیزای مختلف. پس دستورای انجام دادن سه تاشون خدا میگه دوست داشته باش، خدا رو دوست داشته باش، دوست تو دوست داشته باش، و آدم غیر یهودی که اومده یهودی شده دوست داشته باش. چجوری میشه دستور داد روی همچین چیزی؟ یه چیز احساساتیه، یا اینکه احساسات دارم به این شخص دوستش دارم، یا اینکه نه، یا اینکه علاقه دارم بهش، یا اینکه دوستش ندارم. چی؟ نه دوستش داشته باش. الا اینجا تورا بهمون یه سکر خیلی بزرگی، یه راز خیلی بزرگی یاد میده که آدم
دست خودته که یه کسی رو دوست داشته باشی. این احساس دوست داشتن یه چیزی که میتونی به وجودش بیاری. اینطور نیست که آدم فکر کنه یا اینکه دوست دارم یا اینکه دوست ندارم. نه، میتونی باعث بشی که اون شخص رو یا حتی چیزایی که یا حتی نه فقط شخص یا حتی چیزای مختلف رو دوست داشته باشی. بیاین مثال بیاین ببینیم. یه خانوم حامل است، 9 ماه این بچه رو توی شکمش میبره با خودش توی جیبش، یه جیب بزرگ داره اسمش هست شکم و میره اینجا بچه باشه، میخوابه، میخوره، همه چیز بچهه، از همه غذاها، از همه هر کاری مادر میکنه. امروزا اصلا پیدا کردن که بچهه، یعنی توی تورا نوشته شده این موضوع که بچهه میشنوه، حتی میشنوه موزیکی که مادر میشنوه، میشنوه بچهه، میبینه چیزی که مادر میبینه، همه چیز با. ولی تو تورا این موضوع نوشته شده که بچه ها تو شکم میبینن از اول دنیا تا آخر دنیا، همه چیز رو میدونن، همه چیز رو میدونن بچه هایی که تو شکم مادرشون. بر صورت پس این مادره بعد از 9 ماه میزاه مازل تو کلولولولو کل میزنن، همه نقل و نبات و شیرینی و بروخش، بچه رو میذارن روی شکم مادره و مادره بغلش میکنه و آخ 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 چه احساساتی داره به این بچه، چه احساساتی، بغلش میکنه، میبوستش، کسی حتی کثیفه فرقی نداره، میبوستش. چرا؟ از کجا؟ چه این احساسات از کجا اومده؟ خانم ببخشید، شما میشناسین این بچه رو اصلا؟ دیدینش؟ بدون اولتراساوند و این چیزا که امروز دیدینش؟ نه، اولین دفعه است میبینید. اسمش رو میدونین؟ نه، اسم نداره. پس چی این احساسات از کجا اومدن؟ این دوستی، این علاقه ای که دارین از کجا اومده؟ و دوباره برمیگردیم به تورا. همه چیز از توراست، میبینین همه چیز رو توی تورا میشه پیدا کرد. آدم فکر میکنه درس خوندن تورا چه حرفایی هست، میدونی توی تورا همه چیز هست، همه چیز هست. خخمیم میگن ایم خفتست لأهوب ات خبرخا ונושא ונותן בטובתו. חכמים מגן, אין תורה, תו תורה כחודה דסטור מידה, דוס תשתה בש חודה רו, דוס אתו דוס תשתה בש, אין אדם עיר יהודי כיהודי שדה דוס תשתה בש. תורה אין רוזו ידן כדסת תוה בועס בשיה כסיו דוס תשתה בש. צ'ג'ורי חכמים תוזי מידה. اگه میخوای یک کسی رو دوست داشته باشی، هونوسه و نوتن به توباتو، یعنی دنبال خوبیش باش، کمکش کن، هر کاری میتونی واسش بکن، واسش. اون وقت چی میشه؟ یه سهمی از من، از فکرم، از زحمتم، از وقتم، از خودم توی اون شخصه، به اون شخص دادم. چرا؟ چون که من تلاش کردم، زحمت کشیدم واسش، فکر کردم چجوری بتونم کنم. پس این یه سهمی از من حالا پیش اونه، گذاشتم پیش اون، investment پیش اونه و خودمو البته دوست دارم، البته دوست دارم. پس حالا اونم دوست دارم. چرا اونو دوست دارم؟ چون که یه سهمی از من پیش اونه. حالا این باعث میشه که اون شخص رو دوست داشت، نه فقط شخص، نه فقط آدم، الا حتی اگه یه چیزیه، مثلا یه ماشین. مردا معمولا ماشیناشونو برق میزن، تمیز تمیز تمیز،
یه بلندگو مخصوصی میذاره تو ماشینش، یه تاقی که باز میشه، سانروف باز میکنه، چیزهای مختلف. ماشینشو خوشگل میکنه، تمیز میکنه. پس این باعث میشه که این مرده یا زن، فرقی نداره، وابسته میشن به ماشینشون. وابسته میشن. چرا؟ چون که من حالا این ماشینه رو انقدر زحمت کشیدم، انقدر پول در آوردم، انقدر اینطور اونطور، این وقتی که گذاشتم واسه این ماشین، یه سهمی از من توی ماشین است، خودم رو دوست دارم، پس حالا ماشینم دوست دارم، حالا وابسته میشم به ماشینه. همونطور هم خانوم ها ببینین چجوری خونهشون رو خوشگل میکنن، وقتی که لازم باشه خونهشون رو بفروشن یا ماشینش رو بفروشه، یا سختش میشه، سختشه جدا بشه از ماشینه. چرا؟ چون که یه سهمی از خودش اونجاست. ولی اون طرف رو بیا نگاه کنیم، این دوستی که هی میگن من دوست دارم، عاشق این دخترم، عاشق این پسرم، آیا دوستی حقیقی؟ چرا نه؟ یه روز توی روزنامه نوشته بود یه دوست پسر دوست دخترش رو سوزوند از بس عاشقش بود. عاشقش بود، چی شد؟ داستان چی بود اونجا؟ اینا متاسفانه با هم دیگه زندگی میکردن، البته که اسور با بدون عروسی با هم دیگه زندگی کرد تنهایی، ولی اینا متاسفانه با هم دیگه زندگی کردن. یه روز مرده میاد خونه، میبینه از بابای زنه نیستن، از بابای دختره نیستن، چمدون گذاشت و همه از بابا سر گذاشت و رفت. بهش زنگ میزنه میگه کجایی چی شد؟ نه دیگه ما به هم دیگه نمیخوریم دیگه، من تصمیم گرفت. گفت ببین، ولی اقلا حتی کسی که دارش میزنه یه خواهش آخری هم بهش میدن، بذار اقلا یه خواهش آخری هم. گفت اوکی چی میخوای؟ بهم بگو چی میخوای. گفت من میخوام یه شام، آخرین شامو با هم دیگه بخوریم. اوکی حاضرم. رفت و یه شام رومانتی با شم با دختره اومد و شام. ضمن شامه پسره بهش میگه یه لحظه صبر کن الان برمیگردم. رفت یه بطری نفت آورد، ریخت روی دختره، ریخت روی خودش، دختره رو آتیش زد و بعدا خودش هم آتیش زد و هر دوتایشون رفتن آسمون. و روزنامه صدا میکنه این داستان رو، دوست پسر دوست دخترش رو سوزون از بس عاشقش بود. بیاین چک کنیم، عاشقش بود یا عاشق خودش بود؟ کسی که دیگر یا دوست داره عاشقشه، پس به فکر اونه نه به فکر خودم. این دوسته به فکر خودش بود، تو منو ول کنی، تو همه لذتایی که من میبرم به خاطر تو بس کنی، من میسوزونمت. و سوزوندش. این عاشق بودن نیست، این دوستی نیست، این دوستی خودشه. مثل که رابی خیم شمولویت گفت به پسرهای شیوه، شما ماهی ها رو دوست ندارید، شما خودتون رو دوست دارید. مزه ماهی ها رو دوست دارین اوکی، ولی ماهی رو دوست ندارین. این دوسته، این پسر دختر رو دوست نداشت. کسی که دیگری رو دوست داره، دوستی حقیقی، پس دنبال اینه که چی؟ که اون خوب خوب خوبی بهش بکنه، زندگیش رو بهتر بکنه. به عنوان مثال یه پسر با یه دختر میره بیرون، دختره میگه نه ما به هم دیگه نمیخوریم، نه اوکی، ولی پسره خوشش اومد از دختره، دوستش داشت و
ولی اوکی نمیخوای؟ نه 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 نم یه چیز مهمه بگیم. خیلی از پسر دخترها فکر میکنن وقتی که میرن با هم دیگه واسه عروسی پس جدا میشن، یه وقتا میگه نه ببین نمیخوریم به هم دیگه، من پس ناراحت میشن که وای چرا منو ول کرد، چه عیبی دارم، چی دیده که منو. نه هیچ عیبی نداری، هیچ عیبی نداری، عالی عالی. ولی مثل دوتا تیکه های پازل هر دوتایشون خوبن ولی به هم دیگه نمیخورن. تو خوبی، اونم خوبه، عالی، هر دوتایتون هندو هستن ولی به هم دیگه نمیخورین. همین، لازم نیست ناراحت بشی، لازم نیست فکر کنی چه عیبی داره، هیچ عیبی نداره. به هر صورت این پسره چون که دختر رو دوست داشت، حتی که دختر گفت نه به هم دیگه نمیخوریم، من نمیخوام، اوکی نه نه، پس رفت دنبال یه پسری که بخوره به این دختر، که دختره خوشش بیاد ازش، و پیدا کرد و گفت این فلانی، این دختره میخوای باش بر بیار. اوکی اوکی رفت و عروسی کردن و توی عروسی میبینن یه پسری میرخصه، وای چه رخصایی، وای وای عرق میریزه. اصلا داماده به عروسه میگه، بعدن البته نه توی عروسی، توی عروسی که با هم دیگه نمیشنن عروس و دومان، عروسی مقدس، عروسی جداگانه، مردا جدا زنا جدا. من میدونم زنم اونجاست با زنا، میدونم مال منه، زنه میدونه شوهرم داماد اونجاست با مردا مال منه. وقتی که عروسی میکنن با هم دیگه، مرد و زن با هم دیگه توی مجلس با هم دیگه میرخصن، با هم دیگه میشینن غذا میخورن، این چه جورشه؟ داماد با زنا برخصه، اون وقت شب که بره خونه توی ذهنش توی فکرش چی هست؟ چی هست؟ زنش؟ یا صورتهای 100 تا زن که باشون رقصید امشب؟ عروس همونطور، چی شب بره خونه چی توی فکرشه؟ چی میبینه جلو چشمش؟ شوهرشا؟ یا 100 تا مرد که باشون رقصید؟ یه کسی بود که راه نمایش کردم قبل از عروسی، همیشه یه راهنمایی هست که به داماد میدن، به عروس میدن، پس من راهنماییش کردم چجوری رفتار کنه تو خونه، قوانین طهارت مشبخم و اینا چیزای مختلف. پس گفتم بیا بهش بگیم، مذهبی نیست ولی گفتم بهش بگم، گفتم بیا ببین موشه، بیا عروسی رو جداگانه بکن. بیا نه نمیتونم نمیتونم. چرا؟ ببین ولی چی به فکر همه زنا با باد برخصن، همه مردا باش برخصن، چیکار کنم، همه دوستام اینطوری کردن، نمیتونم نمیتونم. جه گفتم بهش چی اگه منم بیام میذاری منم با عروس برخصم؟ گفت البته تو را بمی. چه جوری میشه؟ ولی جز از این که همه دست زدنای که اسوره، جز از این که همه نگاه کردنای که اسوره، نوشته عروس دوماد روز عروسیشون گناهاشون پاک میشه. الان امروز گناهات دارن پاک میشن، پاک میشن، زو همین کاغذ سفید، کاغذ پاک، مثل یه بچه الان داری به دنیا میای، حالا میخوای همه این گناه ها، دست زدن های ممنون، نگاه کردن های ممنون، همه اینا روی سرت میخوای، روی کولت میخوای، الان پاک شدی، همه اینا رو واسه چی لازم داری؟ یه عروسی مقدس که مردا خوشحالن با داماد، که زنا خوشحالن با عروس، نه که مردا نمیخوام بگم
کنجکاو بن و نگاه میکنن کی قشنگ چه زنی چی پوشیده و چه جوریه، و زنها نگاه میکنن چه مردی، به این چه جوکای میگه یا بریم باشن. نه، عروسی مقدس، عروسی خوشحال، خوشحالی حقیقی و خوشحالی مقدس. بر صورت پس بعدا این عروس دوماد که میشینن و ویدیو فیلم های عروسی رو میبینن، داماده که این پسره کیه اونجا که میرخصه و میرخصه و عرق میرسه و واه واه واه. کی از طرف شماست؟ از فامیلته؟ از فامیل من که نیست. پس حتما گفت والا والا نه، از فامیلم نیست. پس کیه؟ همینطوری یه غریبه اومد تو عروسی رقصید. میگه بهش نه، میگه این پسره پسره که باهاش رفتم بیرون قبل از تو. چی؟ چی؟ پس چرا اومد؟ میگه بهت بگم، چون که اون منو دوست داشت. من گفتم به هم دیگه نمیخوریم و نمیشه، ولی اون منو دوست داشت. پس حتی که خواست ولی نشد با هم دیگه، ولی خوشحاله به خوشحالی من که پسری پیدا کردم مناسب مثل که میخوام و به عروسی کردم. خوشحاله به خوبی من، به خوشحالی من خوشحال. این دوستی حقیقیه. آدمی که دیگری رو دوست دارم، من تو رو دوست دارم. یعنی چی من تو رو دوست دارم؟ یعنی تو رو دوست دارم، فکر خودم نیستم، فکر تو هم. تو چی میخوای؟ تو چی خوبه واسه تو؟ من تو رو دوست دارم. ولی وقتی که آدم فکر خودشه، پس دیگه این دوستی نیست، این دوستی خودشه. من خودم شکمم، دیگه فکر اون نیست. پس این دوستی حساب نمیشه، این دوستی حساب. پس میبینیم چجوری آدم میتونه دوستی حقیقی رو به دست بیاره، به دست بیاره. بنابراین میبینیم که توی تورا نوشته شده وقتی که حضرت ایتخاک اوینو با ریوکا عروسی میکنه، پس الیعزر غلام ابراهام میره ریوکا رو میاره و ایتخاک اوینو باش عروسی میکنه. اون وقت یه پسوک نوشته. چی نوشته اونجا؟ ویوی ها ایتخاک ها اوهل سرا ایمو و یه اهوه هم. ایتخاک اوینو آوردش توی چادر مادرش، یعنی عروسی کرد باهاش، و اون وقت دوستش داشت. یعنی دوستی حقیقی قبل از عروسی نمیرسه، دوستی حقیقی بعد از عروسی میرسه. چرا؟ مثل که گفتیم، بعدن که آدم زحمت میکشه، فکر زنشه، همونطور فکر شوهرشه، همه چیز، پس اون وقت دوستی، این احساسات، احساس حقیقی دوستی و عشق و علاقه به وجود میاد. ولی قبل از اون نه، قبل از اون هیچیه. آدم به دیگری نمیده. اوکی، اینم. حالا که اینو یاد گرفتیم، این راز خیلی مهمیه که آدم میتونه دوستی و این احساس رو به وجود بیاره. خیلی زن و شوهرها هستن بعد از سالهای عروسی، مثلا بگیم 10 سال، 15 سال، 20 سال از عروسیشون، ازشون میپرسی زنتو دوست داری؟ خانمتو دوست داری؟ شوهره رو میپرسی، یعنی زنه رو میپرسه شوهرت رو دوست داره؟ یعنی چی دوست دارم؟ میدونی جوون نیستیم، رد و برق و این چیزا توی چشممون دیگه نیست. یعنی چی رد و برق نیست دیگه، دوستی نیست دیگه؟ احساس دوستی رو
آدم میتونه به وجود بیاره. دوست نداری؟ دوستی و علاقه کم شده باعث شو که دوباره بیدارش کنی، دوباره به وجودش بیاری. یه راو هست به اسم هراف ازرائیل هیلزهایمر. یه روز به شاگرداش میگه یه زن و شوهر هستن که من کمکشون میکنم صلح و صفا بینشون باشه. 50 سال دارم کمکشون میکنم. وای وای وای، ای داد و بیداد. این چه زن و شوهری هستن که 50 سال لازم دارن که جناب راف کمکشون بکنه و راهنماییشون کنه و باشون باشه؟ خب آدم سال اول عروسی یه خورده بفهمه، میفته روی قلتک، نمیدونم 2 سال 5 سال اوکی راهنمایی میگیره، ببین اینطور نکن، اونطور بکن، اینطور. مهمه، مهمه، خیلی مهمه و مجبوره. اصلا مجبوره، آدم مجبوریه سال اول 2 سال اول آدم مشورت کنه با یه راف. هر چیزی میشه. نه داماد جوون الان عروسی کرد باروخ هاشم و شبت ختن داشتن. شبت ختن یعنی شبت اول عروسی. معمولا رسم اینه که پدر مادر داماد این شبت رو میکنن، پدر مادر عروس نامزدی رو میگیرن، پدر مادر داماد شبت اول عروسی رو میگیرن، شبت ختن، شبا برا خود، همه فامیلا رو دعوت میکنن، هر کسی هر چقدر امکان داره البته. و به هم زنگ میزنه که جمعه، جمعه. جناب را نمیدونم چیکار کنم. چی شد؟ چی شد الان جمعه شبت ختن؟ چی؟ میگه نه زنم عروسه، عروسه حاضر نیست، حاضر نیست بره شبت. مادرش، مادر داماده، میخواد شبت ختن بگیره و با شعر و با خواننده و اینا. و نه، پدر مادر عروس مریض شدن، تب کردن، نمیتونن بیان شبت. عروسم میگه حالش خوب نیست، نمیخواد بیاد شبت. و عروس ساکتیه، میگه حالا این شلوغ پلوغو ندارم اینجا، برم کن بذار شبت. زنگ زده، چیکار میکنم؟ شبت جمعه، چیکار میکنم حالا؟ خب باروخ هاشم خدا کمک کرد و یه راهی پیدا کردیم و باروخ هاشم با عروسه صحبت کردم یه خورده و قانعش کردم و باروخ هاشم گفتم بعد از شبت بهم زنگ بزن. رفتن شبت، گفتم میخوام بشنوم چجوری بود شبته. و باروخ هاشم شکر خدا زنگ زدن، گفتم وای چه شبتی، مرسی که کمکمون کردی. و من نیستم، خدا کمک کرد، من چیم. ولی چقدر مهمه که آدم یه راوی داشته باشه باهاش مشورت کنه. یه راوی بچسبه به راوی، بچسبه یه سانتم تکون نخوره بدون اینکه از راوی بپرسه چیکار بکنم، اینطوری بکنم، اونطوری بکنم، زنم اینطور میگه، شوهرم اینطور میگه، چی میگی، چی جوابش بدم؟ چرا؟ چرا اینقدر مهمه؟ وقتی که آدم عروسی میکنه لباس تمیزه، هیچ لکه‌ای نداره، هیچ. نگه دار این لباسه رو بدون لک، نگهش دار. چجوری؟ هیچ اشتباهی نکن. چجوری میشه؟ الان عروسی کردن، هیچ چی میگن توی زندگیشون مگه قبلا عروسی کردن؟ نه، هیچ تجربه ای ندارن در این موضوع ها. پس چجوری میشه اشتباه نکن؟ میدونی چجوری؟ برو با یه راو مشورت کن، از تجربه راوه یاد بگیر. هم تجربه داره، هم علم تورا، تورا یاد گرفته، فهمیده است. و خدا کمک میکنه، خدا از دهن رابانی ما حرف میزنه، از طریق دهن رابانی ما حرف میزنه. یه دفعه گفتم بهتون این توی تورا نوشته شده، ثابت کردم، نوشته که ریوکا، ریوکا ایمنو
وقتی که جلوی دروازه کنیسا می رفت، پس یعقوب میخواست بره بیرون. آه کنیسا، یشیوا، آه بریم تورا درس بخونیم، یلا یلا، میخواست از شکمه در بیاد. وقتی که میگذشت روی پیاده روی که پلو خونه های بود پرستی بود، پس اصاب یلا بریم بود پرستی بریم. پس رفکا نمیدونست دو قلو هن، فکر کرد همون بچه هست، یه بچه هست هم کنیسا میخواد هم دیسکو میخواد، هم بیا بریم شبت لب دریا، هم بیا بریم کیدوش بکنیم. چجوری میشه همچین بچه؟ چیه؟ چیه این؟ هر لحظه ای تصمیمشو عوض میکنه. تصمیم بگیر، یا اینکه با خدایی یا اینکه دور از جون. پس رفت پیش پسر نوح، شم پسر نوح. ولی چی نوشته تو تورا؟ تو پسوک ننوشته شم، نوشته و تلخ لیدروش ات ادونای. رفت خدا رو از خدا بپرسه. کجا میرن از خدا بپرسن؟ خانم خدا همه جا هست، مگه باید بری جایی؟ نه، بدون که شم، که اون موقع راوی بزرگترینی که بود شم بود، بدون شم خدا، یعنی نه درست بود، ولی حرف خدا از دهن شم در میاد. تورا می نویسه رفت خدا را بپرسه، رفت پیش شم. این توراس حساب میکنه، صداش میکنه که رفت پیش خدا پرسیدن. و دوباره تکرار میکنه خدا تورا، میگه دوباره و یوم ردونای لا شنه گویم به ویتنخ. خدا بهش جواب داد، خدا بهش جواب نه شم گفت، ولی تورا صدا میکنه اینی که شم جواب میده، صدا میکنه اینو که چی؟ که خدا جوابشو داد. چرا؟ چون که خدا طریق دهن رابانیم حرف میزنه. پس شم بهش توضیح داد، گفت نه یه بچه نیست که این ور اون ور عوضیه، هم اینو میخواد هم اونو میخواد. الهی دو قلو داره، یکی صدیق گمور، فقط کنیسا، تورا، دعا، همه چیزای خوب، و یکی رشع گمور، فقط دیسکو، پاب رفتن و گناه مختلف که به یاد نیاریم. پس این ببینیم ثابت کردیم که رابانیم دهنشون مقدسه، حرف خدا طریق دهنشون در میاد. پس آدم مشورت کنه با رابانیم، مشورت یه سال، دو سال اول، پنج سال، اوکی، ولی اقلا مرحله های اول عروسی آدم مشورت کنه. چرا؟ که آدم بدون راهنمایی، بدون روی غلطک درست بیفته، روی راه درست رافه میذارتش. طرز فکرایی هست که امروزا متاسفانه توی فکر آدم ها میذارن، توی فکر جوونا، و باعث میشه که وای وای وای. باعث میشه که خونه ها خراب بشن، باعث میشه خونه ها خراب بشن، دعوا، تا اینکه آخرش هم حتی میرسه به طلاق گرفتن متاسفانه. ولی میشد اگه از اول با یه راه مشورت میکنن، درست راه نماییشون میکرد و نجاتشون میداد، این خونه رو نجات میداد، بچه ها رو نجات میداد. مثلا یه مثال کوچیک بگم، بعضی ها چیز، یه چیز کوچیک، بعضی ها هستن که به دوستاشون میگن نه کمکش نکن ظرفا رو بشوره. چرا؟ میدونی ظرفا رو امروز کمک، ظرفا رو بشوری امروز، پس عادت میکنه، اون وقت هر روز بهت میگه تو ظرفا رو بشور، تو ظرفا روی سرت. نه، تو را چی راهنمایی میکنه؟ برعکس، برعکس. اگه آدم اول از همه، مگه خونه مال زنه است؟ مگه زنه باید فقط زمین بشوره، ظرف بشوره؟ نه، خونه دو تا شاه، مرده، شوهره، و زنه، دو تا شاهن که با هم دیگه همون تاج رو استفاده میکنن. خونه مال هر دو تایشون، شریکن، هر کاری باید کرد با هم دیگه. اگه آدم مثلا بهش میگفتن بیا بیت مقدس رو، زمینش رو بشو، آدم
بیت المقدس چی میگی؟ وای بده میفروختنش. من بهتون قول میدم آدما میخریدن، مثل که بعضی کنیسه ها هستن میفروشن پتیختای خال اینو اونو میفروشن که واسه اینکه کمک کنیسه بکنه. کنیسه لازم داره پول، لازم داره، پس چاره نیست، بعد فروخت. یه وقتای آدما میخرن چقدر؟ هر کسی، هر کنیسه 180 شکل، 180 دلار، هر کنیسه جمعیتی که داره. ها بیت المقدس میدونی میخوای کی میخواد بخره شستن زمین بیت المقدس رو؟ یا 100 دلار؟ نه 200 دلار. اونجا میگه 1000 دلار، 4000 دلار. دفعه اول دفعه برد 4000 دلار زمین شستن بیت المقدس. آدم میخرید، من مطمئنم آدما میخریدن. میدونی که خونت بیت المقدسه، خونت بیت المقدسه. میبایستی، میدونی در اصل میبایستی بزنه بگی نه 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 نه، من میخوام به این جایزه رو ببرم، من زمین رو میشورم، من ظرفا رو میشورم، من همه چیز تو بشین، من این جایزه، من این میتسوه منه، من میخوام این کار بکنم. نه اینکه آدم بگی نه عادت میکنه ظرفا رو نش... این چه حرفاییه، این چه حرفاییه. یه زن خیلی پر حکمتی بود به دخترش، به پسرش، گفت اگه سعی کنی شاه بشی روی زنت، مسلط بشی به زنت، پس میندازتت پایین، غلامش میشی. اگه غلام زنت بشی، پس زنت شاهت میکنه. برعکس از طرز فکر آدم های مختلف. به صورت پس این گفتیم آدم یه خود مشورت کنه. پس این راوه، برگردیم به داستانمون، این راوه حراف از زاریل هیل تایمر گفت 50 سال من به این زن و شوهر دارم کمکشون میکنم و صلح و صفا. پس شاگرد ها گفتن این چه زن و شوهر عجیب غریبی هم، 50 سال، 1 سال، 5 سال، اوکی، ولی 50. گفت آره این زن و شوهر خودمم و زنم، مثل گلدون. آدم گلدونو نه ماه پیش آبش دادم، هر هفته باید آبش بدم، یا نه بعضی گلدون ها هست، بعضی گیاه ها هست، هر هفته، بعضی حتی هر روز باید آب بدیم. آدم هم عشق و علاقه رو که میخواد نگه داره میبایستی هر روز، هر ماه، هر هفته، هر چقدی لازمه آب بده، کمپلیمنت بده، زحمت بکشه، به فکر دیگری باشه، واسهش کار بکن. برو قلیون بیا چایی واسه تازه، بیا غذا، بیا چی میخوای؟ گمارا میگه که یه راو بود به اسم رابی خیا یه زن بد داشت، زن بد، وای وای خدا نجاتمون بده، ولی زن بد حقیقی. نه شوهرهایی هستن میگن آره میدونی مثل زن من، نه زنت بد نیست، نه زنت بد نیست. یه کسی بود اومد پیش یه راو، بهش میگه جناب راو زنم اینقدر بده، اینقدر بده، ببین این کار میکنه، اون کار میکنه، این کار میکنه، اون کار. پس راوه بهش میگه جارو واسش خریدی؟ جارو واسه چی جناب راو؟ میگه خب اگه جادوگره اینقدر بده جارو لازم داره. پس رابی خیا یه زن بد داشت. حالا نمیگیم چه کارهایی میکرد زنش، ولی گمارا میگه چه کارهایی میکرد زن بد. ولی رابی خیا وقتی که توی خیابون برمیگشت از یه شیبه میرفت سر را به خونه، واسهش میخرید چیزهای مختلف، یه شونه میخرید، نمیدونم اینجا یه کتاب. چرا؟ شاگرده ازش پرسیدن چرا واسهش کادو میخری؟ گفت بهشون رو بخیا وای 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 وای
این چیه؟ ربانی مای بزرگ اسرائیل گفت کافیه که واسم دو تا خوبیایی که میکنه کافیه که واسش کادو بخرم. شوهرای عادی معمولا چی نگاه میکنن؟ چقدر بدی به میکنه. رابی خیا نگاه میکرد چقدر خوبی میکنه واسم. بدی ها رو بذار کنار. چقدر خوبی میکنه؟ دو تا خوبی میکنه؟ دو تا خوبی هایی که اونجا گمارا میگه چیکار میکرد واسش؟ این دو تا خوبی شایسته است واسش کادو بخرم. واو واو، این طرز فکریه که آدم میبایستی داشته باشه. چقدر خوبی واسن میکنه، چقدر زحمت میکشه، چه کارهایی میکنه واسن، همه این چیزا. پس این زن و شوهرهایی که آدم که دوستی ازشون رفته باید به وجودش بیارن. و به خاطر این رابی میر بالانس میگه به خاطر این تورا این فرمان طهارت مشبخه رو داده. طهارت مشبخه این میتسوه که تو عمقش نمیریم، تو جزئیات و بهرش نمیشه به صورت اینطوری که تو ماهواره و سایت های مختلف میشنون، نمیشه توی جزئیات این میتسوه رفت، ولی به صورت کلی این میتسوهی که یه دفعه در ماه زنا میرن میکوه حدودا دو هفته ممنوعه، نمیتونن دست بزنن به هم دیگه زن و شوهره. دو هفته حدودا، دو هفته 12 روز بستگی دار. میگه رابی میر بالانس چرا تورا چرا خداوند این فرمانو داده، این دستور گفته؟ واسه اینکه عشق و علاقه رو دوباره به وجود بیاره. آدم وقتی که به یه چیزی عادت میده، عادت میکنه، پس ارزشش میاد پایین. شلومو ملخ میگه דבש מצאת אכול דייקה פן תשבע ועקדו. حتی اگه اصل که چیز شیرینیه زیاده از حد بخوری، هر روز هر روز اصل اصل اصل، دوباره دوباره دوباره، آدم دیگه میتونه حتی استفراغ کنه از اصله و دیگه نمیخوام. آدمایی که توی پیتزا کار میکنن توی رستوران ازشون بپرسین چی میخورن، سر کارشون میخورن پیتزا پیتزا، هر شب پیتزا 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 پیتزا، دیگه نمیخواد پیتزا ببینه. دیگه نمیخوام، خسته شد. چرا؟ زیاده از حد. تورا خداوند گفت که نه، دو هفته فاصله، دو هفته دست نزنین به هم دیگه، چیز رد نکنین از دست به دست، دو هفته. چرا؟ چی شد؟ چی؟ نه، حالا دو هفته تنتون کنار باشه و همه احساسات دلتنگی دوباره به وجود بیاد، همه احساسات دوستی عشق و هر ماه بعد از دو هفته دوباره یه عروسی تازه، بدون اینکه آدم یه دلار هم از جیبش در بیاره. عروسی 100,000 دلار داد، حالا هر ماه عروسی دوباره دلش تنگ میشه، دلشون تنگ میشه به هم دیگه، منتظرن، شروع میکنن نامه بنویسن واسه هم دیگه. میدونین چقدر وایساده؟ واو، این عشق و علاقه رو به وجود میارن دوباره. خیلی زن و شوهرها هستن که نگه نمیدارن این موضوع و به خاطر این علاقه که دارن به هم دیگه یواش یواش میاد پایین. چرا؟ چون که دوباره با هم دیگه دوباره عادت میکنن به هم دیگه و همه دوستی ازشون میره. البته دلایل مختلف هم هست، ولی این یکی از دلایل. جز از این آدم باید بسازه، مثل که گفتیم دوستیو باید ساخت. 50 سال بین زن و شوهر به هم دیگه، چرا؟
باید ساخت. اگه نسازی، اگه آب ندی گلدونه رو، دور از جون از بین میره، از بین میره. آدم نمیتونه انتظار داشته باشه که دوستی همیشه همیشه بمونه. یه زنی هست که چینی، یه نویسنده آمریکایی، آمریکایی چینی آمریکایی، الان یادم رفت اسمشو، میگه عروسی کردن مثل یه کتریه که روی آتیش بوده، روی گاز بوده و آوردنش پایین، سوت میزنه. اون موقع کتری ها سوت میزنه، توت سوت میزنه و سوت زد که آبا، یعنی دیگه بخار ده، و از گاز آوردنش پایین و چی، حالا چی میشه؟ یواش 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 آب سرد میشه. اینطوری گفت، این عروسی، عروسی کردن، عشق و علاقه، یواش یواش میاد پایین، حرارتش کم میشه. درسته اگه آدم این کار رو که ما الان صحبت میکنیم نکنه، اگه آدم دوباره هی کمک میکنه به فکر دیگری، واسهش یه چیزی میخره، واسهش یه نامه مینویسه، پس نه، برعکس، عشق و علاقه بیشتر و بیشتر میشه. حالا مثل که گفتیم دوستی به وجود میاری. چجوری؟ با این کارا، با این به فکر دیگری، به فکرش کمک کردنش و چیزهای مختلف، واسه چیز خریدن. پس آدم بابسته میشه، آدم دوستیش رو بیشتر میکنه به اون شخص. اینقدر مهمه که بدونیم این موضوع رو، یه موضوع خیلی مهمیه که خداوند میگه کل مسیم شلوم به وتو کیلو مسیم شلوم ال کل اسرائیل. کسی که صلح و صفا تو خونش میذاره، باعث میشه، پس انگار صلح و صفا روی همه قوم اسرائیل کرد. چرا؟ چون که همه قوم اسرائیل از چیه؟ از چی؟ از یه خونه است، از یه زن و شوهر و یه زن شوهر دیگه و یه زن و شوهر دیگه. اینطوری این قوم اسرائیله. وقتی که باعث میشی که تو خونه خودت صلح و صفا باشه، پس کمک کردی که توی همه قوم اسرائیل صلح و صفا باشه. اینقدر مهمه. و از اینجا میرسیم، یه چند دقیقه آخری که مونده واسمون، میرسیم به دوستی که خدا ما رو دوست داره. اینقدر خدا ما رو دوست داره، اینقدر خوبی بهمون میده، و واسه ما چی مونده؟ چی مونده؟ کسی که دوست داره، کسی که بهت انقدر خوبی میکنه، چی مونده؟ چی مونده که بکن؟ میدونی چی؟ فقط این دوستی رو بهش برگردون. چجوری میتونم به خداوند دوستی برگردونم؟ میدونی چی؟ فقط حرفاشو انجام بده. چیزی نیست که بتونی واسه خدا بخری بدی یا نه، هیچی نیست. فقط میتونی حرفشو انجام بدی. خداوند میگه نخطرو اخلفنای شامرتی و نعصارتونی. این لذت منه که گفتم یه حرفی و انجامش دادی. همین چیزی که خدا ازمون میخواد. میدونین یکی از جنگایی که بود، یه موشک افتاد روی ماشین و راننده نبود تو ماشینه. بعد داستانشو گفت رفتم خواهرم با بچه هاش، داشتن بچه ها شلوغ میکردن تو خونه و اینا، گفتم میدونی چی، من بچه ها رو میبرم بگردم باشون تو ماشین، اوکی، بفرستشون پایین. و سوار ماشین شدن و رفت باشون اینجا اونجا، و البته بچه هست تو ماشینم آروم نبودن و جیغ و فریاد و اینو. پس گفت میدونی چی، بیاین واسه تون یه شیرینی بخرم، بیاین یه چیپس بخرم، یه نمیدونم چی. وایسادم کنار رو، رفتیم توی پمپ بنزینا، اونجا یه مغازه هست، رفتیم تو با بچه ها، گفتم هر کسی انتخاب کنه یک چیزی واسه اش میخرم.
وقتی که توی اون مغازه بودیم موشکه افتاد روی ماشینه، روی ماشینه، ماشینه اصلا پاک شد اصلا. گفت ببین چیه، من قبل از یه چند لحظه توی ماشینه بودم، میتونستم، ولی ببین چقدر خدا منو دوست داره، نجاتم داد، نجاتم داد. و اون آدم مذهبی نبود، گفت من همچین آدمی نیستم که که خوبی برنگردونم. خدا انقدر منو دوست داشت که منو نجات داد، منم دوستی به خدا برمیگردونم. از این به بعد، از امروز روی خودم قبول میکنم که تفیلین میبندم و یواش یواش تورا درس میخونم که یاد بگیرم فرمانهای خدا، خواست خدا چیه، اسما، و اینطوری یواش یواش پیشرفت کرد. ببینید چقدر مهمه بدونیم خدا ما رو دوست داره، چی میخواد ازم، چی میخواد از ما، میخواد فقط فرماناشو انجام بدیم. و واسه کی؟ واسه خدا. خدا لذت میبره از این، خدا لذت میبره از این که حرفشو انجام بدیم، ولی نه اینکه کمک خدا میکنیم. این کمک خدا نیست، کمک خودمون میکنیم. فرمانایی که خدا داده به ما اگه انجامش بدیم واسه خودمونه، اجر خودمون میگیریم، بدن لذت خودمون میبریم تو این دنیا. مثل که نوشته لونید نو میتسوات الا لتصرف با همتا بریود، همه فرمانهای خدا واسه چی؟ واسه اینکه تو رو یه آدم بهتری بکنن، تو رو یه شخص بهتری بکنن. یه فرشته ازت، مثل میگن یه دوتا خانوم با همدیگه رو دیدن، پس یکی به دیگری میگه، به دوستش میگه دونی شوهرم مثل فرشته است، فرشته او، ظرفا رو میشوره، زمین رو میشوره، آشغال رو میندازه، نمیدونم میشه فرشته. پس دوستش بهش میگه آره آره میدونم میدونم، منم شوهرم آدم نیست، منم. خدا فرمانهایی که میده واسه این که ما فرشته بشیم، بیشتر از فرشته بشیم، فرشتر از فرشته بشیم. پس این دوباره بیاین همه چیز رو دوباره جمع کنیم. یاد گرفتیم اول از همه دوستی چیه، دوستی چیه، اشتباه نکنیم بین کلمه های دیگه و دوستی حقیقی. دومین چیزی که یاد گرفتیم، چجوری میشه آدم دوستی رو به وجود بیاره، چجوری میشه آدم دوستی رو به وجود بیاره وقتی که از بین رفته. و سومین چیزی که یاد گرفتیم، چقدر مهمه بعد از سالهایی که آدم عروسی کرد این دوستی رو به وجود بیاره. و خدا که دوستمون داره، دوستی رو برگردونیم به خدا، اینطور با فرماناشو انجام بدیم. متشکرم ازتون دوستان عزیز که با همون بودین امشب، با همون باشین هر دوشنبه از 7 تا 8 توی فیسبوک یهودیان ایرانی، توی درخت زندگی، توی سایت ایران 613.com، توی اینستاگرام، توی یوتیوب یهودیان ایرانی، و توی سکایپ گروه رابای ایتخک، و یا به عبری هراب ایتخک پرتو، یا به فارسی خخم پرتو. و این شیعور کسی که کمک کرد که این شیعور، اول از همه متشکرم از صاحب خونه که ایشالا خدا همه آرزوی دلش فراهم کنه به آسونی، به راحتی، عمر طولانی و سلامتی به عزت شم، و خوشحالی به عزت شم. و این شیعور رو مقدش لحطلخه شل گای بن خواه و سلامتی پدرش ایگال بن خواه به عزت شم. متشکرم ازتون و شبتون بخیر، به امید دیدار هفته بعد. امن و امن. میشه براخه بوتین و ابراهام اتخک و یعکب اوی ورخ و ایشمور و اینصور و یگن و یعزور و یوشیا و یرپه את כל עמו ישראל ובפרט את כל המשתתפים בשיעור הזה. מלכה דלמה ויברך יתכון ויזכה יתכון וישמע בקל צלותכון, תתפרקון ותשתזבון מכל צרה ועקתה, ויהיה ממרד אדוני מסעדכם ויגן עליכם ויפרוס תוקת שלמה עליכם, ויתה ביניכם ובינינו אהבה ואחווה, שלום ורעות, יסלק האל שנאת חינם ביניכם, ויפרוק עול הגויים ועול הגלות ועול הערבה מעצמו לכם, ויזכנו לחזור בתשובה שלמה לפניו ולראות פני משיח צדקנו מקרוב בקלות ובנחת, כן יהי רצון ונאמר אמן. שב בחר והכל טוב.